مثال بعدی، احتمال اینکه در پرتاب 4 سکه دست کم یک سکه رو رو بیاید برابر با چیست؟ بچه ها، اولا که تا دست کم رو میبینیم، گفتم حداقل لااقل دست کم اینا رو که ما میبینیم از طریق در واقع باید احتمال متمم حلش بکنیم. ولی سوال رو نگاه کنیم، اولا که صحبت از سکه است. سکه مثل انسان NSش فضای نمونش 2 به توان N، پس 2 به توان 4 میشه 16. یعنی برای نوشتن فضای نمونه که نمونه های اینا قبلا حل کردیم باید 16 تا پرانتز داشته باشه. مثل چی؟ رو 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 4 تا سکه ممکنه وقتی که پرت میکنی همشون رو بیان، رو رو پشت پشت یا پشت 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 تا الاخره، باید 16 تا بنویسن براشون. میگه دست کم یا حداقل یا لااقل یک سکه رو بیاد، یعنی اگر بیشترم رو اومد اشکال نداره. اگه یه بار رو بیاد چی میشه؟ میشه رو پشت پشت پشت، درسته؟ پشت رو پشت پشت. اگه بخوام اینا رو همه رو بنویسم خیلی طولانی میشه. پس میگم چی؟ اولا که پرتاب 4 سکه NSش 2 به توان 4 16 میشه. حالا دقت کنید، چون پیشامدها خیلی زیاد میشون از راه متمم میرویم، یعنی اینطور در نظر میگیریم که اصلا رو نیاید و فقط پشت بیاید. میگه دست کم یک بار رو بیاد. وقتی که میگه دست کم یک بار رو بیاد یعنی چی؟ یعنی 2 بار 3 بار 4 بارش هم رو بیاد، خیلی زیاد میشه. حالا من اینطور فرض میکنم، متممشون میگم، میگم اصلا رو نیاد، همش چی بیاد بچه ها؟ پشت بیاد. خب میگیم چی؟ یه دونه عضو بیشتر نداریم که همش قراره پشت بیاد. چون من اینو به عنوان متممم در نظر گرفتم، پس N آپریم من چند میشه؟ 1 میشه. حالا میام اینجا ببینم احتمال متممم چی میشه. P آپریم میشه N آپریم تقسیم بر NS. خب N آپریم که یک عضو بیشتر نداشتیم، NS فضای نمونه من بود، چند؟ 16. جواب چند میشه؟ میشه 1/16. حالا من میدونم که پی آ به علاوه پی آپریم چند میشه بچه ها؟ 1 میشه. پی آپریم که دارم، پس پی آ به علاوه 1/16 مساوی 1، پس پی آ میشه 1 - 1/16. جواب چند میشه؟ میشه 15/16. پس دست کم یک بار رو بیاید برابر با چنده؟ 15/16. این یعنی چی بچه ها؟ مگر من نگفتم که NS هم شد 16، یعنی 16 تا پرانتز دارم؟ خود جواب سوال 15 تا از اون 16 تاست. من گفتم احتمال یعنی سهم، پس سهم این سوال من که میگه دست کم یک حداقل یک بار رو بیاید 15 تا از اون 16 تا بود. خب این چقدر سخت میشد که من باید NS رو کامل بنویسم، بشمارم ببینم 15 تاست پیشامدهای من، تعداد پیش آمد رو تقسیم بر تعداد فضای نمونه بکنم تا چی به دست بیاد؟ احتمالم به دست بیاد. خب چه کاریه؟ من میام متممش رو حساب میکنم، وقتی که متمم رو در آوردم ازش کم میکنم، سوال جواب سوال اصلی به دست میاد. به همین راحتی. حالا اینجا رو ببینید، دو تاس با هم پرتاب میشوند، احتمال آن که حاصل ضرب 2 عدد آمده کوچکتر از 25 باشد چقدر است؟ قشنگ دقت کنید، گفتم هر وقت احتمال رو ما دیدیم، هر وقت احتمال رو ما دیدیم قبلش میشه فضای نمونه، بعدش میشه پیش آمد. این قبلا عرض کردم خدمتتون. خب من اول بیام قبل از احتمال رو بررسی کنم، گفته 2 تا تاس رو با هم پرتاب میکنیم. خب چی میشه بچه؟ 6 به توان N، 6 به توان 2 چقدر میشه؟ 36 تا. یعنی فضای نمونه من 36 تا در واقع زوج مرتب داره، 36 تا پرانتز داره. چی بود؟ خاطرتون هست؟ تاس اول 1 بیاد، من تاس اول رو پرتاب میکنم، تاس دومم پرتاب میکنم. ممکن تاس اول 1 بیاد، تاس دومم 1 بیاد. تاس اول 1 بیاد، تاس دوم 2 بیاد. تاس اول 1 بیاد، تاس سوم 3 بیاد. پس 1 1 1 2 1 3 تا 1 6. از کجا معلوم؟ شاید تاس اولم 2 بیاد، تاس دوم 1 بیاد، میشه 2 1. تا
تاس اول میندازم دو بیاد، تاس دومم دو بیاد، میشه دو دو، تا دو شیش، تا الاخر ممکن تاس اول شیش بیاد، تاس دوم یک بیاد، میشه شیش یک، بعدی شیش دو، تا شیش شیش. این قبلا عرض کردم خدمتتون. پس من باید چنین فضای نمونه رو در واقع چیکار کنم؟ بنویسم. حالا ببینم بعد از احتمال که داره صحبت از پیش آمد میکنه، پیش آمد من طولانی هست یا نه. اگر طولانی نبود، خب احتمال در واقع فضای نمونه رو می‌نویسیم، سهمش رو برمی‌داریم، پیش آمدش رو برمی‌داریم و تقسیم می‌کنیم، احتمالاً به دست میاد. ولی اگر طولانی و وقتگیر بود، گفتم که از راه متمم بریم. بسم الله، ببینیم چی میگه. احتمال آنکه حاصل ضرب دو عدد آمده کوچکتر از 25 باشد. ببین چقدر طولانی میشه. بچه‌ها گفته کوچکتر از 25. حالا سوال من از شما اینه، بزرگتر مساوی 25 چی میشه؟ تاس اول 5 بیاد، دومی هم 5 بیاد، ضربشون چند میشه؟ 5 5 تا 25 تا. تاس اول 5 بیاد، دومی 6 بیاد، 5 6 تا 30 تا. بعدی 6 5 تا 30 تا، بعدی 6 6 تا 36 تا. یعنی تاس اول 6 بیاد، تاس دوم 5 بیاد، هر دو تاس 6 بیاد. اینا رو اگه ما در هم ضرب بکنیم میشه بیشتر از 25. قبل از این میشه چی؟ بیشتر کمتر از 25. خب کمتر از 25 خیلی وقت منو میگیره بخوام کارو انجام بدم. دقت بکنید. پس پرتاب دو تا تاس NS 6 به توان 36 تا زوج مرتب داریم. تعداد پیش آمدهای حاصل ضرب دو عدد کوچکتر از 25 خیلی زیاد است. پس ما به دنبال پیش آمدهای حاصل ضرب دو عدد که بیشتر از 25 باشد میرویم. دقت بکنید. به دنبال متممش میرم. ببینید بچه‌ها، این میشه متمم. در واقع اگر من نخوام متمم رو بنویسم، خود سوال رو حل بکنم چی میشد؟ کمتر از 25 کدوم ها میشد؟ تاس اول یک، دوم یک، میشد یک یک، یک دو، یک سه. حاصل ضربشون چند میشه؟ همه کمتر از 25. ببینید چقدر زیاد میشه؟ یعنی در واقع از این 36 تا من 4 تاش رو حذف بکنم، 32 تا فهم باید زوج مرتب بنویسم تا پیش آمد آ رو به دست بیارم. خب خیلی وقت گیره. پس من یک میونبر میزنم، میام از اون ور نگاه میکنم. پس میگم چی؟ میام بیشتر از 25 رو حساب میکنم. حساب کردم تعداد عضوهاش چند تا شد؟ شد 4 تا. حالا میام اینجا احتمال متمم رو میخوام. پی آپریم، ان آپریم تقسیم بر ان اس، ان اس رو من دارم 36، ان آپریم چند شد؟ 4. پس 4 بر روی 36. این یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه کل فضای نمونه چند تا زوج مرتبه؟ 36 تا. ما چند تاشو خواستیم؟ 4 تا. پس 4 تا از این 36 تا سهم در واقع چیه بچه ها؟ احتمال متممه. ولی من سهم متمم رو نمیخوام، من سهم اصلی رو میخوام. خب من اگه اینو ساده بکنم چند میشه؟ میشه 1/9. پس میگم چی؟ این مرحله اول، میگم پی آ به علاوه پی آپریم چند شد؟ 1 شد. اگه به جای پی آپریم مقدار 1/9 قرار بدم، پی آی من چند میشه؟ جواب میشه 8/9. پس در واقع متمم من سهمش یکی از 9 تاست یا 4 تا از 36 تا. ولی اون پیش آمده اصلی من احتمالش که بخوام به دست بیارم سهمش 8 تا از این 9 تاست. ببین چقدر زیاد میشه اگه از راه معمولی میخواستم برم. خب مثال بعدی رو ببینیم. دو تاس را پرتاب میکنیم. مطلوب است احتمال آنکه عددهای رو شده متفاوت باشن. باز هم احتمال رو دیدیم. هر جا احتمال رو ما دیدیم، قبلش فضای نمونه و بعد از احتمال میشه چی بچه ها؟ آفرین، پیش آمد. دو تاس را پرتاب میکنیم. خب 6 به توان 2 میشه 36 تا. پس تعداد عضوهای فضای نمونه من میشه 36 تا. من 36 تا زوج مرتب بخوام که تو سوال قبلی عرض کردم خدمتتون. حالا ببینم بعد از احتمال که من به دنبال پیش آمد هستم، آیا این پیش آمد من کوچیکه یا بزرگه؟ اگر خیلی تعداد عضوهاش زیاد بود، من چیکار میکنم؟ از متمم میرم. بریم جلو ببینیم چی میشه. احتمال آن که عددهای رو شده متفاوت باشند. قشنگ دقت کنید بچه‌ها، پرتاب دو تاس میشه چند؟ 36 تا. باید پیش آمد عددهای رو شده ای را بنویسیم که متفاوت باشند، که خیلی زیاد میشود. پس به دنبال پیش آمد متمم میرویم. یعنی عددهای رو شده مساوی باشند. مثل چی بچه‌ها؟
چقدر راحت بود. اینا میشه مساوی. اگه قراره در واقع عددهای رو شده مساوی نباشن، باید چی مینوشتیم؟ 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3. چقدر زیاد میشد. پس متمم من چند شد؟ شد 1 2 3 4 5 6 تا. یعنی 6 تا از این 36 تا در واقع میشه سهم متمم من. پس میگم چی؟ n آپریم من 6 تا میشه، p آپریم میشه n آپریم تقسیم بر n s، 6 تقسیم بر 36 در واقع سهم متمم من. بچه ها گفتم احتمال یعنی سهم، تموم شد. پس پی آپریم یعنی سهم آپریم من چقدره؟ سهم آپریم من 6 تا از این 36 تاست. خب یعنی چی؟ 1 از 6. ولی من اینو نمیخواستم. این چیزی که من در آوردم چی بود؟ اعداد روشده مساوی بودن. من اینو نمیخواستم. من اعداد روشده مثلا مساوی نباشن. حالا چیکار میکنم؟ توی فرمول اصلی پی آ به علاوه پی آپریم مساوی 1، پی آ به علاوه 1/6 مساوی 1، پی آ میشه 1 - 1/6 و در نهایت جواب چند میشه؟ جواب میشه 5/6. یعنی اگر فقط به قسمت ساده شدهش نگاه بکنم، سهم آپریم من چند تاست؟ 1 از 6 تا. ولی سهم خود سوال من چند تاست؟ 5 تا از 6 تا. ببین چقدر زیادتر از اینه. به همین خاطر از متمم استفاده میکنیم. پس متمم رو زمانی میریم بچه های عزیز که چی؟ پیش آمده من خیلی طولانی باشه، حواسمون باشه.